نید آرت تقدیم میکنن. فیلمنامه ها مساله اولیه هر فیلم سینمایی هستن. مساله که اگر به دقت و موشکافانه نوشته شده و توسط کارگردان به درستی درک و اجرا بشه، نتیجهش منجر به ساخت فیلمی میشه که میتونه از هر جهت دیدنی از آب در بیاد. این بار نگاهی میندازیم به فیلمنامه هایی که در 10 سال گذشته مجال ساخت پیدا کردن ولی به هر دلیلی موفق به کسب سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر نشدن. و حالا در قسمت دوم برنامه 5 فیلمنامه برتر رو از نظر دید آرت تماشا میکنیم. شماره 5، مصطفی کیایی، خط ویژه. یه فیلمنامه پروپیمون از مصطفی کیایی که بیشتر بر موقعیت‌هایی که شخصیت‌ها با اونها مواجه میشن تمرکز میکنه. موقعیت‌های ویژه که پی در پی حوادث فیلم رو رقم میزنن تا فیلمنامه هر بار چیزی برای غافلگیر کردن مخاطب داشته باشه. فیلمنامه‌ای که از تقابل دیجیتالی طبقه متوسط با طبقه مرفع برخوردار از رانت اقتصادی، یک کمدی سیاه اجتماعی خلق میکنه. فیلمنامه خط ویژه سرشار از جزئیات و داستانک‌های مختلفی به نوعی به خط اصلی قصه ربط پیدا میکنن. داستانک‌هایی که باعث میشن که پیگیری سرنوشت شخصیت‌ها برای مخاطب اهمیت پیدا کنه و تعلیق و ریتم تند فیلم تا به انتها حفظ بشه. مثل سگ محلت نمیذاره، کافیه 10 روز بیفتی پشت میلای زندون، چنان میشینه واسه حساب کتاب میکنه ببینه زندگی کردن کنارت واسهش میصرفه یا نه. 2 روز بعدش هم یه آدم خرمایه میاد دستشو میگیره عشق عاشقی از سرش میپره ماشین زیر. در ضمن شما میتونید با زدن دکمه سابسکرایب صفحه یوتیوب ما رو دنبال کنید. مصاحبه با هنرمندان، برنامه‌های متنوع و اختصاصی. شماره 4، علی اصغری، دهلیز. این فیلم بهروز شعیبی در نگاه اول قصه زنیه که برای نجات شوهرش از قصاص تلاش میکنه، ولی کمی بعد با ترسیم روابط پر احساس میان پدری در آستانه اعدام و پسر با نمکش به فیلمی تبدیل میشه که از ابعاد مختلف یک اتفاق در زندگی پرده برمی‌داره. فیلمنامه دقیق و حساب شده از علی اصغری که به قدری جذابیت داشت که رضا عطاران به قول خودش با کله بازی در اون رو پذیرفت. فیلمنامه به خصوص در بخشای مربوط به ارتباط پدر و پسر جالب توجهه و در لحظاتی به شدت احساسات مخاطبش رو قلقلک میده. چی میخوره؟ علف. علف؟ اسمم داره؟ نه، این خودت یه اسم براش بذار. مامان اسمشو چی بذارم؟ بذار رخش. رخش؟ نه، رخش خوب نیستش. اسم زولو قویه. تورنادو. آره تورنادو. دفینک به انتنم بلدی درست کنی؟ باشه. یه دونم بردن کنی به شرطی که درساتو خود. شماره 3، سام غریبیان، گناهکاران. یه فیلمنامه دقیق و حساب شده از سام غریبیان در گونه سینمایی پلیسی جنایی. فیلمنامه‌ای که موفق به خلق 2 شخصیت پلیس فوق‌العاده میشه و قصه پرتعلیق رو پیش میبره که تا سکانس پایانی جالب توجه و نفسگیر دنبال میشه. غریبیان در گناهکاران از طرح مسائل اجتماعی نیز غافل نمیمونه و با طرح مسائلی مثل اعتیاد و زنان اقواگر به فیلمنامه ابعاد جذاب‌تر دیگه‌ای هم میبخشه. فیلمنامه‌ای که یکی از نقاط قوتش پایان‌بندیمونه. از اون پایان بندی ها که در سینمای ایران کیمیاست، البته اگه اجازه پخشش رو پیدا کنم. بزرگترین غم اونه که خودمون باعثش میشیم، کسی هم کاری نمیتونه بکنه. آسمان، تو چی کار کردی که حتی پدرت برات اشک نمیریزه؟ شماره 2، هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله، شعله‌ور. فیلمنامه شخصیت محور از حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست که روایت زندگی شخصیه که احساس میکنه در زندگی عددی نشده و این احساس همه زندگیش رو تحت تاثیر قرار داده. مردی رو به زوال به نام فرید که سرشار از حس حسادت و با دروغ‌ها و رذالت‌هاش بیش از پیش در باتلاقی خودساخته فرو میره. حسن فیلمنامه در اینه که شخصیتی قابل توجه خلق میکنه که هرچند دوست داشتنی نیست ولی سرنوشت نهاییش برای مخاطب اهمیت پیدا میکنه. به خصوص از لحظه‌ای که این شخصیت از خونه و شهر بیرون میزنه و سفری رو آغاز میکنه که تایی این سفر حقایق بیشتری از خصوصیاتش آشکار میشه. من بدت نمیاد بگم قهرمان آواره شد تو همه آبای دنیا به خاطر ما. زفتنم دستتو ماچ میکنم. شهرت کم برو دست از سر من بچه هم بردم. خوشحالم که میری.
شماره 1 پرویز شهبازی دربند. یه فیلمنامه پرجزئیات از پرویز شهبازی که روی برخی از مسائل حاد اجتماعی زوم میکنه و سعی میکنه با وارد کردن قهرمانش در بحرانی عجیب قصه کمابیش پیچیده‌اش رو تعریف کنه. قصه‌ای که از دل واقعیات اجتماعی بیرون اومده و مهمترین ویژگیش اینه که از یک سوژه به ظاهر معمولی فیلمنامه‌ای حساب شده و باورپذیر رو خلق میکنه. فیلمنامه‌ای تراژیک که هم قصه‌اش رو خوب تعریف میکنه و هم شخصیت پردازی قابل تأملی داره و هم نگاه دغدغه‌مندش بر کسی پوشیده نیست. مسخره بازی در میاری بود. حالا یه ساعتش میادم برو درس بخونم. مسخره بازی چی؟ خب من درس دارم. تو الانش تلفن حرف میزدی. مسابقه کردن برای شما اجازه بگیرن؟ آقا جان زشت بود. یادم نمیاد وقتی مهمون میاد بیا پیشش بشینی. چرا؟ ولی مهموننه که هر شب اینا اینجا ولان مینا میمونن. ببین تو رفتی نداشتن شب بیان اینجا. اینجا کاروانسرا از همشون کلی دار مهمون حساب نمیشن. تو رفتی نداره میگم. بچه‌ها پلیس هستی. اما نظر شما چی؟ به نظر شما کدوم یکی از فیلمنامه ها در جشنواره فیلم فج نادیده گرفته شدن؟ نظرتون رو با دید آرت در میون بذارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید.